ای ایزد بلند مرتبه، ای روشنی بخش، تاریکی و اهریمن را از وجودم و سرزمین اهوراییم محو ساز. رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما خوبان و فرهیختگان در کانال یوتیوب کالج باستانی. دوستان گرامی، سعی بنده بر این هست که یک سری مطالبی رو خدمتون عرض بکنم که واقعا به کارتون بیاد و با زبان بسیار ساده و رسا و به نوعی قابل درک برای همه سنین و همه سطوح تحصیلی مطالب رو خدمتون عرض بکنم تا این مطالب به کارتون بیاد و قابل فهم و درک باشه. معمولا ما در رابطه با جوغن مطالب بسیار زیادی شنیدیم و برخی از عزیزان به محضی که در کوه و دشت و بیابون و صحرا قدم میذارن جوغنهایی رو میبینن و از این جوغنها عکس و فیلم تهیه میکنن، برخی داخلشون آب میریزن و هر کسی به فراخور دانش و آگاهی و اطلاعات خودش میاد از جوغنها استفاده میکنه. اما من میخوام جوغنی رو معرفی کنم به شما که مطمئنن برای شما مفید خواهد بود. جوغن مربع. اگر ما دوستانی گرامی جوغنی رو داشته باشیم مربع در نزدیکی یک چشمه نامی، خب جوغن ما مربع است، در نزدیکی یک چشمه نامی هست، میایم چیکار میکنیم؟ اولین کاری که میکنیم با دازین میایم ابعاد فضای خالی رو میگیریم. وقتی ابعاد فضای خالی رو گرفتیم 20 سان 30 سان زیر نیم متر یک سنگ تختی هست که اون قبر رو مسدود کرده. خب به همین سادگی تموم شد. یعنی جوغن مربعی رو دارید در جوار یک چشمه نامی که حاکی از وجود یک قبر ارزشمندی هست، میایین با دازینگ ابعاد رو مشخص میکنید، ابعاد قبر رو و عمر رو میزنید، نوع بار رو تشخیص میدید و قبل از نیم متر به یک سنگی میرسید که مسدود هست. معمولا وقتی شما قبری رو دیدید که با یک سنگ مسدود شده، مطمئن باشید که اون قبر شما مربوط به دوره ساسانی هست. دوستان گرامی، وجود قربانگاه، وجود محراب، وجود درختان کهنسال، همه اینها در مکان نامی میتونه بیانگر بارگذاری در مکان باشه. وقتی شما درخت کهنسالی رو دارید، وقتی قربانگاه دارید، وقتی محراب دارید، اینها یعنی چی؟ یعنی در اون مکان بارگذاری انجام شده یا در اون مکان نذورات رو که مردم میان نذر میکنن برای بیماری، برای شفا، برای پیروزی در جنگ، نمیدونم اون زمان که کنکور نبوده که نذر بکنن که بچهشون در کنکور پزشکی قبول بشه، در هر حال نذر و نیازهایی داشتن، گرفتاری هایی رو در گرفتاری های یومیه یا روزانه ای رو داشتن و برای خلاصی از این گرفتاری ها میومدن نذر و نیازی میکردن و خدمتون عرض بشه که در کنار درختان کهنسال نخبن یا محراب ها یا قربانگاه ها نذر و نیازی میکردن، حالا گوسفندی ذبح میکردن یا پارچه ای میبخشیدن یا یتیمی رو طعام میدادن. در هر حال میخوام بگم که وجود قربانگاه، محراب و درختان کهنسال میتونه
یکی از مواردی باشه که در اون مکان بارگذاری انجام شده. ممنونم از شما عزیزان که وقت گرانبهاتون رو به بنده دادید. من کوچیک بزرگی تک تک شما از همه شما دوستان گرامی و عزیزان دل تقاضا دارم لایک بفرمایید، سابسکرایب بفرمایید تا کانال بالا بیاد و افراد بیشتری بتونن از این کلیپ ها استفاده بکنن. چرا؟ چون واقعا کتاب های باستانشناسی، حتی تاریخ و کتاب هایی در خصوص گنج و دفینه و زیرخاکی در کتابخانه ها واقعا نیست. اگر هم باشه قیمت هاشون بسیار سرسام آوره، لذا دوستان رو میارن به دیدن این کلیپ ها و نوت برداری از کلیپ ها و بنده با تمام توانم به نوعی کوشش من، تلاش من بر این است که بهترین مطالب رو تقدیم شما بهترین ها کنم. مثل همیشه، دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما خوبان، رضا ابراهیمی هستم. حق نگهدار.